تو بندازیم. ببخشید آقا. یارو چرا اینجوریه؟ خیلی خوب، حالا خب پولشو میدم. خیلی خوب، بگو ببینم چی شد. مردم موکل دارن، ما موکل داریم. من موندم تو که انقدر به من اطمینان نداری. چرا از من کمک میخوای؟ چرا منو برای پروندت انتخاب کردی؟ واقعا خیلی بی‌معرفتی که اینجوری فکر میکنی. من اگه به تو اعتماد نداشتم که اصلا برای وکالت انتخابت نمی کردم. بعدش هم داری پولشو میگیری، چرا منت میذاری سر من؟ صحرا جون، من فقط میگم انقدری که باید به من اعتماد نداری. خیلی خوب، حالا قهر نکن. میگم به اون آقایه میگفت یه گل گاف زبون برات بیاره، واسه اعصابت خوبه ها. واقعا خیلی بیشوری. بعد این همه سال دوستی هم از نفهمیدی که باید با من شوخی بکنی، که جدی حرف بزنی. بیا اینم طرز حرف زدنت. میگن اونی که ماشین رو دزدیده اصلا دزد نبوده. دزد نبوده؟ پس چی بوده؟ مهندس بوده؟ مهندس که نه، از این تاجرای مایه داره. تاجر مایه دار؟ برای من اصلا مهم نیست که چه خریه، مایه داره نداره، هر گویی که هست. اصلا هم هیچ اهمیتی برای من نداره که بچه من میدونسته تو ماشین بوده یا نبوده. من میخوام حکم اجرا بشه. تحقیقاتم هم کردم. حالا هرچی، اصلا شما درست میگی، جرم واقع شده، ولی اگه به اثبات رسیده بود و نهایی شده بود احتمال داشت طرف تا پای اعدام هم بره. ولی عزیز من، طرف تا متوجه شده وایساده، شوکه شده، پشیمون شده. بعدش هم وکیلش این پرونده پزشکیشو برده پیش قاضی و به اثبات رسیده که طرف از لحاظ روانی مشکل داره. چون از لحاظ روانی مشکل داشته، دیوونه بوده، افسرده بوده، هر چی، حق داره هر گویی که دلش می‌خواسته بخوره. سهرا جون، داستانش مفصله. تازه طرف گفته من فکر کردم ماشین خودم بوده. فکر کردم ماشین خودمه. چه سناریویی هم چیده درم، چه باهوشه. سهرا تو خیلی سختگیر شدی. من سختگیر شدم؟ آقا یه چای دیگه لطفا برام بیاری. من اصلا ببخشید یادم رفت برای تو سفارش بگیرم. یه اسپرسو لطف کنی برام بیاری. حالا بعد چیکار کنم؟ هیچی. من واقعا موندم که تو چرا انقدر اصرار داری این پرونده رو اینجوری پیگیری کنی. من واقعا متاسفم با این طرز تفکرت. حتما بچه من باید یه بلای سرش میمتون باشی؟ حتما باید میمرد؟ چی میگی تو؟ اولا دور از جونش، ثانیا خدا رو شکر حالا که اتفاقی براش نیفتاده. وای وای ارخوان، وقتی اینجوری حرف میزنی دوست دارم قوت کنم، بکشمت، تیکه تیکت کنم. خوشحال شدی؟ هیچی بابا، کاریه. کاریه مثل کاری قبلی نشم چی دو ماه بشینی بزنی تو سرت و آه و زاری و خودکشی و نه من غریبم و صحرا. صحرا باشه، الان به من ربطی نداره. خیلی نه، تو کلن امروز بیشور شدی. حالا ولش کن اینا رو، واقعا بیا قضیه اون شب رو بیخیال شو. هرچی بودوی فایده ای نداره ها بابا. یارو یه غلطی کرده، الانم این سگ پشیمون شده. دیگه تو چی میخوای؟ باورم نمیشه تو داری این حرفا رو میزنی. حتما باید یه لیوانی بیفته بشکنه تا ما بریم جمعش کنیم. فقط هم اینجا اینجوریه ها. آقا دست شما درد نکنه. مرسی آقا. من تا آخر این پرونده میخوام برم. فقط یک کلمه به من بگو، هستی یا نیستی؟ چرا نمیخوای اینو بفهمی؟ اگه جرم طرف ثابت شده بود گفتم که ممکن بود تا پای اعدامم پیش بره. ولی الان که همه چی ختمه به خیر شده، تو هم بیا یه کمی خشمتو کنترل کن. خشممو کنترل کنم؟
مرتی که از این مرفه های بیدرد خوشی زده زیر دلش فقط واسه من و تو داره گرفتاری ایجاد میکنه. وای زهرا، شما اگه اجازه بدی من بهت میگم قضیه چی بوده. ببین بنده خدا انقدر پول داره که اصلا نیازی به دوستی نداره. همین چند وقت پیش خانوادهشو تو تصادف از دست داده، بعدم چون خودش پشت فرمون بوده همش خودشو مقصر میدونه. از شانس گند تو هم اون شب تصمیم میگیره خودکشی کنه. همچی میگی بنده خدا ها؟ دل من آتیش گرفت. آی 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 آی، یعنی چی اشتباه گرفته؟ اصلا مسخره است مگه میشه؟ میخواد خودکشی کنه سوار ماشین من میشه اشتباهی؟ بچه منم اون پشت نفهمیده؟ اون نمیدونسته ماشین توه، گفته دقیقا این ماشین تو رو داره. بی خود کرده اینم زر مفته، بعد اینکه فهمیده چه گوی خورده داره اینا رو میگه. ببین صحرا، الان کلا مسئله این نیست که اون میدونسته ماشین توه یا نمیدونسته، مسئله اینه که الان دیگه موضوع ختم به خیر شده. ختم به خیر شده؟ تموم شده رفته؟ میخواسته خودکشی کنه، اول پشت بخاشو مینداخت پایین، سشوار میکرد تو برق، برق میگرفته، رگشو میزد، من چه میدونم. چقدر سنگدل شدی تو صحرا. سنگدل نشم، این همه فیلمه، این همه سناریوه. من میدونم اینا چرت و پرت دریوریه، من که باور نمیکنم. سوار ماشین من شده خودکشی کنه. الو. بله سلام، خوبی؟ من بابا خانم چه خوبی؟ یه دیوونه زن شهرامو لطو پار کرد. ای چرا؟ چه بدونم چه مرگش بود، یه سگ شد. پس کار چی شد؟ خانم هرچی بهش گفتم گفت انجام نمیدم. الو صدا تو دارم، بگو بگو. خانم پولمونم پس دادا. الو پیاده شو؟ آروم ماشین میداد زیاره؟ کاری نکردم. ای بابا دوست بچه‌مو داشت می‌دزدید. بفرمایید. دزدی دیگه، من اونجا دیدم ماشینو دزدیدی. ای بابا الان میام.
نگهش دار آقا. آقا نگهش دار. نداره. من به خدا میگه تو حال خودم نبودم چرا؟ اگه تو حال خودش نباشی باید ماشین بدزده؟ میگه ندزدیده حالم بد بوده. بفرمایید شما. میگه اشتباه کردم. میگه نمیدونه که آخه بنده خدا اشتباه کرده. یه اومد پلیس اومد. اونبال شهر میگه. پلیس اومد. پلیس اومد. آقا پلیس اومد. آقا پلیس اومد. بیا باشن. آقا بیا جمع کنید. آقا دزدی کرده. دزدی کرده. دزدی کرده بچه من تو ماشین بوده. دوزیه چی کردم؟ چی میگی؟ آقا خوب شو من کاری نکردم. کجایی؟ ای بابا ول کن دیگه جون ارغوان. بی خیال این قضیه شو، به جز دردسر هیچی برات نداره ها. ته تهش هیچی نمیشه، بالا بری پایین به هیچ کاری نمیتونی بکنی. تشخیص این بوده که حالت روانی. بس کن دیگه. میدونی من برای چی به این پرونده قد گیر دادم؟ نه والا نمیدونم. به خاطر اینه که میخوام یه جوری به خیلی از آدما بفهمونم که جای جبران و برگشت شاید باقی نمونه، شاید زمانی نداشته باشم، شاید وقت نباشه. من خودم دردم همینه. خودتو بذار جای من. اگه بچه من تو ماشین مونده بود، بعد با اون ماشین میرفت میزد به دیوار منفجر میشد، اگه بچه من تو ماشین مونده بود میرفت تو دره، چه بلای سر من میومد؟ سر باباش، سر یه خانواده. با 2 دقیقه فاصله، 2 دقیقه سر یه آدم میره بالای دار، با 2 دقیقه فاصله سر یه آدم میاد پایین دار. جون یه آدم از نظر من خیلی مهمه. همه حرفات درسته عزیز من، ولی تو یه نفری که نمیتونی بشریت رو تغییر بدی. من نمیخوام بشریت رو تغییر بدم. من اگه بتونم رو 2 نفر تأثیر خودم بذارم، کار خودم کردم. حرف زدن با تو اصلا نگار هیچ فایده ای نداره. الو من تو کافه. اوکی سعی میکنم خودم برسونم، ولی اگه دیر شو شما بری. خیلی خوب خیلی خوب، حالا قور نزن. خیلی خوب من دیگه باید برم. بیشتر مراقب خودت باش. دستم از این فضای بشر دوستانه بردار. به خودت فکر کن، تو باشی یا نباشی دنیا همینه که هست. بیشتر مراقب خودت باش، وقت بعدی دادگاه بهت خبر میدن. فریبرز کجایی؟ میدونی چی آرش؟ منو هیچی و هیچ کس نمیتونه آرومم کنه. اگه تو بعضی وقتا از خودتو یه سری آدم ها میبری میگه اینجور جا که آروم بشی، من خیلی وقت از خودم بریدم. آدم هم که از خودش بریده باشه مرده است. هیچ کس هم نمیتونه حالای مرده رو خوب کنه. دور از جونت. او الان 2 سال این لباس مشکی تنته. اون اگه زن و بچه تو بودن، زندادش و بردارزاده منم بودن دیگه. 2 سال از اون تصادف کوفتی لعنتی داره میگذره. منم حتما عمرشون به این دنیا نبوده دیگه. آرش من اصلا حال خوبی ندارم. اگه قرار بشه با کافه اومدن و حرف زدن حالم خوب شه، باید با آدم بودن خودم شک کنم. میدونی همیشه فکر میکردم چون کاروباری دارم و درآمد خوبی دارم واسه خودم کسی شدم،
اما بعد اون اتفاق لعنتی فهمیدم این چی نیستم. این دنیا خیلی پوچ‌تر از اون چیزی که فکرشم میکنی. همه آدم ها فکر میکنن اگه مدت که بگذره همه چی عادی میشه، ولی نه، برای من توی نیست. میگن خاک سرده، ولی برای من یه نفر خاک گرمه. حتی اقل از وقتی زن و بچه‌مو گرفت به خودش گرم شد، داغ شد برام. حالا منم دلمون گرمی رو میخواد، دلمون خاک رو میخواد، دلم میخواد زودتر برسم بهش. گفتم که من هم صحبت خوبی نیستم، حالا تو رو هم بد کردم. دلت نمیخواد باشی و یعنی خیلی هم صحبت خوبی هست. ببین، باید هر روز صبح که از خواب بیدار میشی یه موزیک بذاری، از خود برقصی، شیر موزتو بخوری، مهمتر از همه زنگ بزنی به من بریم بیرون نهار مهمونم کنی، بعد بریم استخر مثلا مهمونم کنی. اصلا من یه جایی تو بشم سر کار نمیرم، بنزی کافی در آوردی دیگه، بسه. خدا شکر جای من نیستی. ببینم آرش، تو چیزی میزنی؟ من چی میزنم؟ تو چی میزنی مرد مومن؟ هی من برای خودم نمیارم، یه ساعت دارم چرت و پرت میگم که تو بخندی، بعد میگی آرش تو چی میزنی؟ من زدنیم و زدن داداش، مثل اینکه حالیت نیست. زدی ماشین یارو رو دزدیدی، بچه‌شم تو ماشین بوده. الان به من گفتی دوز؟ من نمیگم، اونایی که باید بگن دارم میگن، اون استکاریا. الان به جای اینکه سرمو رو گنده جلوی من بشینی، باید تو زندان آب خنک میخوردی. مهمتر از اون، باید مینشستی قرآن رو حفظ میکردی که اعدام نشی عزیزم. خفه شو دیگه، بری. چیزی نخور دیگه، ببخش. اما من تو کافم. میدونم خیلی ازم متنفری، ولی نه اونقدر که خودم از خودم بیزارم. هیچ وقت اندازه الان تنها نبودم. هر کسی ظرفیتی داره، من فکر میکردم ظرفیتم بیشتر از این هست، ولی اشتباه میکردم. خیلی ضعیفتر از اون چیزی هم که فکر میکردم. باور این که دیگه نیستی دیوانه کننده است. دیوانه کننده تر از اون اینه که من باعث این نبودن شدم. نبودنتون سخت، بودن من سخت‌تر. شک ندارم هیچ عذابی بالاتر از این نیست. اونقدر تنهام که دردام شدن مرهم هم دیگه، بسته نفس کشیدن بدون شما، بسته این عذاب. من توان این همه عذابو ندارم. من توان تحمل نگاهی سنگین آدم رو ندارم. خسته در از اونم که بخوام نفس بکشم، خسته و تنها. بخوام به مغزم یکم استراحت بدم، دیگه وقت اومده. خب سرد هوا نه؟ باید خیلی مراقب باشیم. سر این دوست 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 پیاده شو، پیاده شو، ماشین میداد زیاره؟
بچه من تو ماشین بود. گفتم زنی زن پولیس. آقا باش. ماشین این چهارراهه؟ کاری نکردم هر کی تو حال خودش نباشه باید ماشین بدزده؟ میگه ندزدیده بابا بد بوده. بفرمایید شما بفرمایید. میگه اشتباه کردم، میگه نمیدونه که آخه بنده خدا اشتباه کرده. یه اومد پلیس اومد. اون بالا شهر میاد. پلیس اومد. آقا پلیس اومد. بچه من تو ماشین بوده. دوزی چی کردم؟ چی میگی؟ آقا خوب شو من کاری نکردم. علی برز بابا نکن با خودت این کارو. الان اوکی خوبی؟ آقا بی زحمت یه لیوان آب واسش بیار. آقا تصادف شد، من میرم تصادف ببینم. نمیای؟ سلام. بله، اینجا چی کار میکنی؟ فال میفروشم. فال میفروشی؟ خب کو فالت؟ تموم کردم. اسمت چیه؟ سهیل. اسم پسر منم سهیل بود. خب یعنی دیگه نیست؟ و همینقدرم باهوش. سهیل برای کی کار میکنی؟ برای مادرم. برای مادرت گفتی برای مادرت کار میکنی؟ بله، من برای مادرم نفس میکشم. از این فال فروش هم نیستم که تو این بانده عجیب و غریبن. من واسه مادرم لشکر تک نفرم. عزیزم پدرت کجاست؟ داشتیم میرفتیم مسافرت، تصادف کردیم، پدرم فوت شد. خدا رحمتش کنه. هرچی دلت میخواد سفارش بده. چون پدرم فوت شده میگی؟ نه. من اهل کافه و اینجور جا نیستم. تو این قضیه به بابام رفتم. خدا رحمتش کنه. اسم پدرت چی بود؟ فریبرز. عوضت باشو با سلوتی ندیا. فریبرز تو شقه به من گیه میدی؟ داداش بزرگ یبا. ساکت بجم کن پلو تو ما بدی. بده همین. پس چه غلطی میکردی تا الان؟ قدرت خانم، من که مردم خوب پول گرفتن. ساکت باش اجا کن ببینم. یه دونه ازم گل بخری. به خدا پول غذا و نهارمو ندارم بخورم. یه دونه ازم گل بخری. باشه تو آرش. تو
رو خدا دارم ازم فال بخری. به خدا من بدبختم بیچارم، پول ندارم، تو رو خدا دارم ازم فال بخری. نگی بشی حق بودتم. آقا تو رو به قرآن، تو رو به جون هر کسی که دوست داری، یه دونه ازم فال بخر. به دست و باتون میفتم یه دونه فال. بشین معلومه با این موضوعاتون کسی بهتون پول نمیده. مفخورا آخری چه کار میکنم من کلیهاتون رو بفروشم. فریبا قرنطینه، اسمه ببرش. چرا اینا نمیان دیگه؟ دیر نکردن میرسن. سلام. بفرمایید. شما بفرمایید. جناب مهندس بفرمایید. خواهش میکنم. ما فکرشمونو کردیم. پیشنهاد آخرم اینه. صفر تا صد کارتون رو به ما بسپارین. ما قول میدیم کارتون رو به بهترین شکل ممکن انجام بدیم. در طول قراردادم اگه مشکل یا ایرادی به وجود اومد ما به عهده میگیریم. برندمون برند جدیده. نمیخوام با تبلیغات ضعیف شروع خیلی بدی داشته باشیم. جناب مهندس شما از اون بابت خیالتون راحت باشه. ما کارمون برندسازیه. ضمناً به جوونیمون نگاه نکنید. یه سری بحث هستش اگه خواهم امیلی اجازه بدم مطرح کنم. قبلش بذاری من خیالتون رو راحت کنم. خیال ما راحته. یا با شما قرارداد می‌بندیم یا نمی‌بندیم. گزینه‌های بهتری برام خیلی زیاده. حتما همینطوره. ولی مثل این که خیلی تمایلی به گزینه روبروتون نداریم. نه اینطور نیست. ما باید کمی محتاط باشیم. این ربطی به موضع داشتن نداره. احتیاط شرط عقله. کار شما درسته. اگه اجازه بدین از این بحث بگذریم، بحث خودمون رو شروع کنیم. مهندسا خواهش میکنم. ما چندین سال کارمون اینه. توی طیف کاری ما بنز انگشته دست هم نیستن. اگه تعریف از خود نباشه توی کارمون خیلی سخت برامون رقیب پیدا میشه. ما نمونه کاراتون رو دیدیم. تنها چیزی که ذهن ما رو به خصوص خانم امیری درگیر کرده. شما که اینقدر از خودتون تعریف میکنید و به کارتون مطمئنید، چطور از خودتون یه دفتر ندارید؟ خانم امیری، دفتر یعنی دردسر، اماکن، مالیات و هزار داستان دیگه. به جز همه اینا ما اصلا اهل شعاف نیستیم. داشتن دفتر ربطی به شعاف نداره. هر کاری قواعد خودشو داره. برای بستن قرارداد به این مهمی زیاد زیبنده نیست که توی کافه قرار گذاشتین. ما نمیتونیم به شما اعتماد کنیم. خانم امیری این چه حرفیه؟ این اولین کار ما نیست. شما هم حتما بدون تحقیق با ما قرار نذاشتین. که اگه اینطور بود الان اینجا نبودین. درسته. ولی کارو باید از دید حرفه‌ای دید. به هر حال شرایط ما اینه. اگه مایلی میتونیم با هم دیگه کار کنیم. اگرم نه که قبلش باید میگفتیم که وقت ما تلف نشه. چون ما قبلش محل قرار به شما گفته بودیم. میتونستین نیایید. مثل اینکه شما خیلی عصبانی هستین. اوکی، بابت تایمی که ازتون گرفتم واقعا معذرت میخوام. ما فکرامونو میکنیم بهتون خبر میدیم. حمید آقا، مهندس عزیز، شما به ما اعتماد بکنید، قول میدم ضرر نمیبینید. جناب مهندس هم هیچی تو دلشون نیست. عرض کردم ما فکرامونو میکنیم خبر میدیم. بعدش هم رام تینجان حرف آخر رو خانم امیری میزنم. بذاری شرط رو بررسی کنیم. چشم، در خدمتتون هستیم. فکرامونو بکنیم یعنی نه دیگه. خانم امیری شما یه چیزی بگین. بنابر این تفاصیل ما نمیتونیم به شما پیش قسط بدیم. بفهم. معلوم است چه غلطی میکنی. گوه زدی به همه چی رفت. بیکاری دهنمون داره سرویس میشه. چوسین آشنا میای؟ راست میگن دیگه. یه جاره ندنیم به تمرگی دو کلمه حرف بزنی. وقت بالام نگاهشون میکنی؟ ببین حوصله چرندیات تو ندارم. من سرمو جلو هیچ آدمی خم نمیکنم. راست میگی.
اگه قرار بود جلو هر کسی سرخم کنم، الان بهترین دفتر امکانات در اختیارم بود. دو تا تازه به دوران رسیده نیومدن جلوم چرت و پرت بگم منم سرم تو خشتکم باشه. لعنت به این غرورت که تو بدترین شرایط عود میکنه. رامتین اصلا حوصلتو ندارم. باشه برو. همیشه همین بوده دیگه. همه کارا رو من میکنم. همه قرارهای مهمو من میذارم. جمع میزنی توش میره. من خواسته خودم متاسفم که همچین شریک اولاغی دارم. آقا قهوه رو برگردون. یه لبان آقا مرمون بیاره ایران کرد. اون موقعی که دنبال اشغال کسافت کاریت بودی فکر اینجات نبودی نه؟ نه من عوض نشدم ولی تصمیم گرفتم عوضی بشم. خفه شو بابا، کاری نکن صبح که از خواب پامیشی کل شهر باید آشنا باشم. سمیر رو برای خودت دشمن تراشی نکن بد میبینی یا؟ ببین من و تو فازمون یه چیز دیگه بود، تو گند زدی تو همه چی رفت. آره برخلاف ظاهر سالمت حرف دهنم میفهمم ولی کاش تو هم منو میفهمید. کاش بلا آماده کن گنده تر از دهنت هم حرف نزن. این داره چی میگه دیگه؟ آقا تو رو خدا سباشی 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 بچه هم تو ماشینه الان میگرم بگیرش الان میگرم. ای بای ای بای ای بای ای بای یاده شو یاده شو یاده شو ماشین میداد زیاره شده نه شرم آقا من خواهش دارم از شما آقا من خواهش دارم از شما شاهد واقعا از دیدنت هم حالم به هم میخوره. دل به دل راه داره آدم ها بردی به خودت. این چه طرز حرف زدن آقا؟ من فقط دوست سمیرام. علیکه سلام. شنیدی چی گفتم؟ اصلا میشنوی چی میگم؟ میشنوی؟ نمیشنوی نه؟ دیگه نمیخوام ببینمت. عرض کردم که دل به دل راه داره. میشه من یه چیزی بگم؟ بفرمایید. من زیاد در جریان قضیهتون نیستم ولی نمیخوام بهتون بگم که از آب گلالود ماهی گرفتن و همه بلدن. این کارو نکن آقا پسر، به خدا آقا بهت خوشی نداره. چش دختر خانم آوردی یا نه؟ چطور دلت میاد با من این کارو بکنی آقا؟ منم 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 رو برو نشستم با من داری این کارو میکنی. ولش کن عزیزم ولش کن. بهت میگم من نمیدونم اون فیلمو کی گرفته، یه فیلم ساختگیه میفهمی؟ با هم دشمنی کردن خواستم منو اذیت کنن. تو که منو میشناسی، تو که این همه وقت مامان بودی. نکن این کارا رو. یعنی به خدا اگه بفهمم کدوم کثافت این فیلمو گرفته نمیذارم نفس بکشه. بزن بهادر شدی؟ دست از سرم بردار. همین که زندگی منو سیاه کردی کافیه. چی از جون من میخوای شاهد؟ روزه رفته زندگیمو میتونی من برگردونی؟ نه نمیتونی. دارم پولشو باید حساب میکنم، از شیر مادرم حلال تره. آقا شاهد من تو مهمونی بودم، به خدا یه مهمونی ساده بود، یه مهمونی دوستانه. نمیدونم کی این فیلمو گرفته ولی هر کی بوده از رو قرض این کارو کرده، به خدا با سمیرا دشمنی داشته. اسم شما چی بود؟ مارال. مارال خانم اون طرف فقط فیلم گرفته، نه چاقوی گذاشته زیر گلوش که بگیم اجبار بوده، نه عکس گرفته که بگیم فتوشاپ بوده. البته سمیرا برای من مرده،
گفتم که دارم پول عمر رفتم و میگیرم. شما مثل برادر من، این کاری که میکنی حق سمیرا نیست. حق من بود اونجوری تحقیر بشم؟ اون شبایی که تا صبح مثل موریان خودمو میخوردم تا کاری نکنم از روی عصبانیت که بعدش پشیمون شم، حقم بود؟ شما روبرو من نشستی و کنار دوستت، طبیعی موضعت چی باشه؟ گفتی خواهرمی؟ خواهرم. راحت ترین کار دنیا قضاوت کردنه. تنها امید من برای نفس کشیدن انتقام گرفتنه. انتقام گرفتن از کسی که روزی همه دنیام بود و کل زندگیمو نابود کرد. سمیرا اونقدر هم که فکر میکنی بد نیست. حتما همینطوره، ولی من دیگه خیلی بدم. جدیدنم خیلی بد شدن و بلد شدم. سمیرا، شاید باورت نشه، ولی از پولت بیشتر از خودت بدم میاد. فیلمو بیار پاک کن. اذیت هم نکن شاهد، اذیت هم نکن. بهت میگم فیلمو بیار پاک کن. لطفا پاکش کن آقا شاهد. به وقتش پاکش میکنم. فعلا خیلی با هم دیگه کار داریم. حرف زدن با تو فایده ای نداره. تو یه آدم سوء استفاده‌گر آشغالی. الان بهت گفتم راحت ترین کار دنیا قضاوت کردنه. به خاطر همینم از قضاوت متنفرم. ببخشید آقا، یارو چرا اینجوریه؟ خیلی خوب، حالا خب پولشو میدم. خیلی خوب، بگو ببینم چی شد. مردم موکل دارن، ما موکل داریم. من موندم تو که انقدر به من اطمینان نداری، چرا از من کمک میخوای؟ چرا منو برای پروندت انتخاب کردی؟ واقعا خیلی بی‌معرفتی که اینجوری فکر میکنی. من اگه به تو اعتماد نداشتم که اصلا برای وکالت انتخابت نمیکردم. بعدش هم داری پولشو میگیری، چرا منت میذاری سر من؟ سهرا جون، من فقط میگم انقدری که باید به من اعتماد نداری. خیلی خوب، حالا قهر نکن. میگم به اون آقای میگفت یه گل گاف زبون برات بیاره واسه اعصابت خوبه ها. واقعا خیلی بیشوری. بعد این همه سال دوستی هنوز نفهمیدی که باید با من شوخی بکنی، که جدی حرف بزنی. بیا اینم طرز حرف زدنت. مثل دیوونه ها رو افتادی تو خیابون، ماشین مردم رو دزدیدی، الان طلبکارم هستی؟ احمق جون، میدونی اگه پرونده پزشکیت نبود الان ممکن بود تا پای اعدامم بری؟ ای کاش اعدامم میکردم. ببخشید که این حقو به شما داده که گند بزنی به زندگی آدمو برای اینکه خودتو راحت کنی؟ به خدا نمیخواستم اینجوری بشه. بعد چرا ماشین مردمو ورداشتی و رفتی؟ به خدا، به جون مادرم، به جون بچه‌م فکر کردم ماشین خودمه. بچه توش بوده. صد بار بهت گفتم، برات توضیح دادم. به خدا پامو گذاشتم رو گاز، راه که افتادم یا یه صدایش از صدای داد و بیداد مردم، اصلا گیج شدم. طرف سفت و سخت وایساده صحرا. بچه تو ماشین یارو بوده، میفهمی؟ یا فهمیدنش اینقدر برات سخته؟
این یعنی آدم ربایی. پول میخوام. من نمیدونم، فقط میدونم که یارو ولکن نیست. الو، میدونم، میدونم خیلی ازم متنفری، ولی نه اونقدر که خودم از خودم بیزارم. هیچ وقت اندازه الان تنها نبودم. بالاخره هر کسی یه ظرفیتی داره دیگه. من فکر میکنم ظرفیتم خیلی بیشتر از این است، ولی اشتباه میکردم. خیلی ضعیفتر از اون چیزی هم که فکر میکردم. اعتراف میکنم، باور این که دیگه نیست دیوونه کننده است. دیوونه کننده تر از اون اینه که من خاک بر سر باعث این نبودن شدم. کاش من میمردم. نبودنتون سخته، سخت‌تر از اون بودن من. شک ندارم، شک ندارم هیچ عذابی بالاتر از این نیست. نمیدونم تو زندگیم چی کردم، چی کار کردم ای خدا که این عذاب من شد. راحتم کن، مطمئنم صدامو میشنم. اونقدر تنها هم که دردام شدن مرهم هم دیگه. ای خدا، به خدا دیگه توان این همه عذاب ندارم. نمیدونی مردم وقتی نگاه میکنن با هم حرف میزنن، نگاه هاشون پر از قضاوت، پر از شماتت. وای، صد بار دلم میخواد بمیرم. وای خدا، خیلی خستم، مغزم کار نمیکنه. فقط میدونم دیگه وقت اومدنمه، دیگه بستم، نمیتونم. ماشین مردم رو میدوزدیم، مگه مریضیشون؟ خدا شکر، خدا شکر، مگه میشه شکر؟ خانم خجالت هم کشی؟ به خدا اشتباه سوار شدم. خجالت بکنم آقا، من اشتباه سوار شدم، خودت سوار نشده اشتباه. آقا بیایی با به تو ربطی نداره. خجالت بگی، بچه تو ماشین هم بود. به جان بچه خودم من اشتباه سوار. آقا میشه اشتباه سوار شدی؟ آقا به شما چه ربطی داره؟ آقا به شما چه ربطی؟ خانم خجالت بگی، بچه تو ماشین بوده. خوبی؟ بس دیگه، تو باید خیلی محکمتر از اینا باشی. سعی کن دوباره سهرای قبلی باشی، همونقدر قوی، همونقدر محکم. ببین بعضی وقتا ببخشید. الو، من تو کافم. اوکی، سعی میکنم دیرشو شما بری. خیلی خوب، حالا قور نزن. خیلی خوب، ببخشید من باید برم. بشه مراقب خودت باش، وقت بعدی دادگاه بهت خبر میدم. سلام. چی میخوای عزیزم؟ اینجا چی کار میکنی؟ فال میفروشم. فال؟
خب یه دونه بده ببینم. تموم کردم. اسمت چیه؟ سارا. سارا. برای کی کار میکنی؟ برای پدرم. اسم دختر منم سارا بود. یعنی دیگه نیست؟ خب خودتون گفتین اسمش سارا بود. همین اندازم باهوش بود. عین تو. گفتی برای پدرت کار میکنی؟ من به عشق پدرم نفس میکشم. مادرت چی؟ داشتیم میرفتیم مسافرت، تصادف کردیم و فوت شد. عزیزم خیلی متاسفم. خب میخوایی نهار با هم بخوریم؟ چرا؟ چون مامانم مرده؟ نه نه به خدا، شاید بد گفتم. نه اصلا منظورم این نبود. اسم مادرت چی بود؟ سهرا. قضیه این زنه چی شد؟ آمار گرفتم طرف دوز نبوده. پس دکتر بوده؟ دقیقا. از کجا فهمیدی؟ به خدا الان خوب نیست دارش، اصلا هم حوصله نمک ریختن یه بیمزه تو ندارم. به جون فریبا جدی میگم، طرف دکتر خیلی هم آدم درست حسابیه. برای مهم نیست چه خریه، من تحقیق کردم آمار گرفتم، اصلا اهمیت نداشته. این بی پدر بودم میدونسته بچه تو ماشین بوده یا نه. صادقه گفت جرم بذار میخوام دقیقا این جمله شو بگم. گفت که جرم واقع شده و اگه ثابت میشده و نهایی میشد حتی طرف میتونست تا اعدام هم پیش بره، ولی فریبرز طرف پشیمون شد همون موقع وایساده. ماشین رو برداشت برد، بچه توش بوده، خربوزه‌ای که خورده باید پاش بشینه، پای لرزش بشینه، پای خندش بشینه. منم آدمی نیستم که ول کنه این قضیه باشم. این رفیق وکیلم بهم گفت چیه، به من نمیگه یه رفیق درست حسابی داشته باشم؟ بهم گفت که ثابت شده طرف مشکل روانی داشته، بعدش هم بسته به شرایط روانیش به قید وثیقه آزاد بوده. نه بابا، چون از لحاظ روانی مشکل داشته بس میتونسته که هر گویی که دلش میخواد بخوره و دزدی کنه. ها الان ما چیکار کنیم؟ هیچ، من موندم چرا انقدر اصرار داری این قضیه رو پیگیری کنی. خوبی تو نه؟ حتما باید بچه چیزیش میشد. بچه به خاطر اون پتیاره از صندلی ماشین پرت شده پایین. اگه اون بچه سرش میخورد، دستش میخورد، پاش میخورد، میمرد، ترگوش میشد، بابای بی پدر مادرش میمونو بل میکرد. اولا دور از جونش تو، و خدا رو شکر داداش اتفاقی نیفتاده که. آرش حتما باید یه لیوانی، این لیوان بیفته زمین بشکنه. آره الان تیکه تیکه شد، میتونی چسب بزنی جمعش کنی؟ چسب بزنی جمعش کنی؟ طرف ثابت شده دوز نیست، این صد بار. آره اگه ثابت میشد میگم که تا اعدام هم میتونست پیش بره، ولی حالا که همه چی ختمه به خیر شده تو هم سعی کنی کمی خشمتو کم کنی. بعدش هم واقعا طرف دکتره، چند وقت پیش تو یه تصادف خانوادش از دست میده و خودشو مقصرین قضیه میدونه، چون مثل این که پشت فرمون بوده. حالا از شانس گند تو هم اون روز فاز خودکشی برداشته. بعدش هم به خاطر شانس گوه من ادمیت لگن من رو برمیداره. ها نمیدونسته ماشین تو بابا، یکی دقیقا مثل ماشین تو رو داشته. چرا چرت و پرت میگی تو؟ یارو گوه خورده واسه پرشون زنش، میخواسته یکی دیگر رو به فنا بده، میخواسته بمیره به یه ورم، میرفت رگشو میزد، خودش از ارتفاع مینداخت پایین، قرص میخورد، هزار تا گوه دیگه میخورد تا بمیره، سقط بشه، هر چی که دلش میخواست میتونست بشه. چرا اومده که دیگر رو به فنا بده به کاراش؟ ببین بذار یه چیزی تعریف کنم، اصلا از این حسوال بیم بیرون. یه دختره عاشق یه پسره بوده، بعد پسره اون ور رودخونه، دختره این ور رودخونه، یه عاشق هم دیگه بودن دیگه. برای اینکه برسه به اون ور رودخونه دختره، اینجا این وسط فقط یه قایق بوده، یه قایق رو بوده. دختره میگه که آقا ببخشید میشه منو ببرین اون ور؟ بعد قایق رو نگاه نمی کنه.
بعد دوباره میگه که آقا ببخشید میشه منو ببرید اونور. قایقرونه میگه که تو باید خودتو در اختیار من بذاری. بعد دختر دیگه عاشق بوده دیگه قبول میکنه اینو. این کارو انجام میدم اینا میره اونور میرسه به پسره. پسره برگرده چی بگه خوبه. حالا تو این وسط حقو به کی میدی؟ یه ده حقو به دختره میدن یه ده حقو به پسره. ولی من حقو به اون قایقرون میدم. چرا؟ چون تنها کسی که این وسط برد اونه، آدم با سیاستیه. ما ها از هر زاویه‌ای که بهمون نزدیک به داستان نگاه میکنه همینه حال روزمون اینه. جونو میدونی چیه؟ یه لحظه آدمو میگیره مثلا لیوانی که شکست دیگه جمع نمیشه. هر چه آدم چسب بزنی آب بره توش بازم جا شکستگیش باقی میمونه. بدیا چی کارو میکنی؟ چه خبر خوبی؟ خسته رو میکنی؟ آره؟ زبون نریز ماشین اینو نوزیدن ها. چه کار داری میکنی بابا؟ ولش کن بابا. گناه داشت بنده خدا. بسی یه دقیقه برم دنبالش. دود دونه مادر بازه. دونه مادر بازه. دونه مادر. این زنه دوباره سرکلش پیدا شده. ولش کن آخر خودم دومشو میچینم. میخوای زنی میزنم با آقا؟ نه بابا زنی میزنی با آقا چی بگی؟ شر را اگه نگیم بعدا داستان میشه. بچه ها اینجا هم که دهنشون چفت و بست نداره. ولش کن بابا. رو اعصابمه. رو اعصابته؟ پیاده شو برو هر گویی دلت میخواه بخو بابا. بابا تو هم اعصاب نداری ها. خدای زن خوبیه. زن خوبیه یه رو اعصابته؟ چی شد آخه؟ زن خوبیه که رو اعصابمه. خدا شفاعت بده بابا. نگران نباش الان میگیرم. خانم خجالت هم کشی؟ خدا اجالت بکش خانم اجالت بکش من به ایرکان دیستم آقا من این سبا سمون شد خودت کاله نشده شده آقا بیایی بر بیایی بر بیایی بر به تو ربطی نداره خجالت بگی بچه تو ماشینم بود آقا به خدا اشتباه سوار شدم. الو آقا سعده کجا داری میری خانم؟ آقا من اگه دوز بودم که وای نمیستادم. چرا وایسه؟ ترسیدی از نه آقا خسته نباشید. آقا چیکار داری میکنی؟ آقا یه خانومی اومده ماشین منو با بچه برداشته دزدیده الان داره داد و بیداد میکنه وسط خیابون. خیلی ممنون. من منتظرم. خیلی ممنون. نگرشون داشت ثابت میشه. تکلیف روشن میکنم. وای خدا شکرت. ای خدا چیزش میشه ولت نمیکردم. فریبرز فریبرز کجایی؟ اینقدر از این چیزا دم گوش من نخون. ای بابا ول کن دیگه. فریبرز بیخیال این قضیه شو. به خود هیچ جز دردسر نداره. حالا بری پایین بیای هیچ کاری نمیتونی بکنی. چرا؟ چون تشخیص این بوده که حالت روانی داشته طرف. عزیز دل من. اصلا بگو ببینم به نظرت چرا من انقدر پیگیری میکنم این قضیه رو؟ نمیدونم والا. دلم نمیخواد آدمو فکر کنم چه جای برگشته است. اگه اون شب برام بچه اتفاق میافتاد بازم میشه سجالم نمکا رو بریزی و بهم بگی بی خیال شالا که چیزی نشده. اگه اون شب چشمشو میبست چه اتفاقی میافتاد؟
میدونی ناحق و بخشیدن این خود ظلمه. ما عادت کردیم به ظلم کردن. ظلم که فقط این نیست که یقه یکی رو بگیری به یکی فوش بدی جیبشو بزنی نمیدونم یکی رو بزنی بکشی، اینا ظلم نیست حسا، ولی این یکی هم ظلمه. همه حرفات درسته، ولی داداش تو یه نفری نمیتونی بشریت رو تغییر بدی. اصلا من کجای بشریت وایستم بخوام بشریت رو تغییر بدم؟ ولی حرفتو درست. آرش من اگه بتونم رو 4 نفر تأثیر بذارم کار خودمو کردم. رو 2 نفرم تأثیر بذارم بازم کار خودمو کردم. من رو تو که داداشمی بتونم تأثیر بذارم کار خودمو کردم. حرف زدن با تو فایده ای نداره. الو سلام، من کافم. خب بمونید، من اگه برسم میام، نرسیدم شما برید. خیلی خب، غور نزن. باش الان میام. باش. چرا اینا نمیان دیگه؟ دیر نکردن میرسن. سلام. بفرمایید. جناب مهندس بفرمایید. خواهش میکنم. ما فکرامونو کردیم. پیشنهاد آخرم اینه. 0% کارتون رو به ما بسپارین. ما قول میدیم کارتون رو به بهترین شکل ممکن انجام بدیم. در طول قراردادم اگه مشکل یا ایرادی به وجود اومد ما به عهده میگیریم. برندمون برند جیده. نمیخوام با تبلیغات ضعیف شروع خیلی بدی داشته باشیم. جناب مهندس شما از اون بابت خیالتون راحت باشه. ما کارمون برندسازیه. ضمناً به جوونیمون نگاه نکنه. یه سری بحث هست که خواهم امیری اجازه بدم مطرح کنم. قبلش بذاری من خیالتون راحت کنم. خیال ما راحته. یا با شما قرارداد می‌بندیم یا نمی‌بندیم. گزینه‌های بهتری برام خیلی زیاده. حتماً همینطوره. ولی مثلا اینکه خیلی تمایلی به گزینه روبروتون ندارین. نه اینطور نیست. ما باید کمی محتاط باشیم. این ربطی به موضع داشتن نداره. احتیاط شرط عقله. کار شما درسته. اگه اجازه بدین از این بحث بگذریم، بحث خودمون رو شروع کنیم. مهندسا خواهش میکنم، ما چندین سال کارمون اینه. توی طیف کاری ما بنزه انگشته دست هم نیستن. اگه تعریف از خود نباشه توی کارمون خیلی سخت برامون رقیب پیدا میشه. ما نمونه کاراتونو دیدیم. تنها چیزی که ذهن ما رو به خصوص خانم امیری درگیر کرده. شما که اینقدر از خودتون تعریف میکنید و به کارتون مطمئنید، چطور از خودتون یه دفتر ندارید؟ خانم امیری دفتر یعنی دردسر، اماکن، مالیات و هزار داستان دیگه. به جز همه اینا ما اصلا اهل شعاف نیستیم. داشتن دفتر ربطی به شعاف نداره. هر کاری قواعد خودشو داره. برای بستن قرارداد به این مهمی زیاد زیبنده نیست که توی کافه قرار گذاشتین. ما نمیتونیم به شما اعتماد کنیم. خانم امری این چه حرفیه؟ این اولین کار ما نیست. شما هم حتما بدون تحقیق با ما قرار نذاشتین. که اگه اینطور بود الان اینجا نبودیم. درسته. ولی کارو باید از دید حرفه‌ای دید. به هر حال شرایط ما اینه. اگه مایلی میتونیم با هم دیگه کار کنیم. اگرم نه که قبلش باید میگفتیم که وقت ما تلف نشه. چون ما قبلش محل قرار به شما گفته بودیم. میتونستیم نیاییم. مثل اینکه شما خیلی عصبانی هستین. اوکی. بابت تایمی که ازتون گرفتم واقعا معذرت میخوام. حمید آقا، مهندس عزیز، شما به ما اعتماد بکنید. قول میدم ضرر نمیبینید. جناب مهندسم هیچی تو دلشون نیست. عرض کردم جواب ما منفی نیست. ما فکرمون میکنیم خبر میدیم. بعدش هم رام تینجان حرف آخر رو خانم امیری میزنم. بذاری شرط رو بررسی کنیم. چشم، در خدمتون هستیم. بفهم. آقا حله. چی حله آقا؟ این مردی که داشت سنگ داخت جلو پامون. باید طبیعی رفتار کنه، زنی شک نکنه دیگه. من با پسره بستم. حله. تو پول به من میبینمت.
سمیرام اگه من اینقدر آشغال بودم که الان وضعم این نبود. به خدا قسم اون فیلم یه پاپوشه، خودت هم میدونی. بس کن. الو الو اه کثافت. این دیگه چی میگه؟ این دیگه چیه؟ چی شد آقا؟ ماشینتون؟ آره آقا برو 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 برو. وایسا وایسا ماشین مردم رو میدوزیم. مگه مریضی شد؟ خدا شد خدا شد شما ماشین رو دوزیدیم. مگه میشه خدا شد خانم خجالت هم کشی؟ چرا میخندی؟ متفکر شدی؟ شاید باورت نشه دیگه از دیدنت حالم به هم میخوره. شاید تو هم باورت نشه، ولی شاه جان دل به دل راه داره. سمیرا به خدا قسم اون فیلم ساختگیه. نمیدونم، واقعا نمیدونم کدوم پدر سوخته اون فیلمو گرفته و به تو داده. شاید باورت نشه شاهد، ولی از پولت هم حالم به هم میخوره. لطفا بیشتر از این کشش نده، پاکش کن. به وقتش پاکم میکنیم، فعلا خیلی با هم کار داریم. تو چی میگی دیگه؟ تو همین کثافتی مثل این؟ از همین قضاوت کردنت، از همین قضاوت کردنت حالم به هم میخوره. بذارین یه داستانی رو براتون تعریف کنم. یه روز دو تا عاشق این ور اون ور رودخونه بودن، یه قایق هم وسطشون بود. بعد دختره میخواست به پسره برسه، بعد میاد به قایقانه میگه ببخشید منو میذارین اون ور رودخونه؟ قایقانه قبول میکنه ها، ولی یه شرط میذاره. چه شرطی؟ بذار من یه چیزی بهتون بگم. ما آدما از هر زاویه‌ای که به اون نزدیکتر قضاوت میکنیم حقو به طرف میدیم. آخ قلبم، وای اصلا تحت تاثیر حرفات قرار گرفتم. و خیلی متفکرانه بود عزیز من. لباسم یادم بابا اجازه محسود خدا کنه این پسره بتونه این کار انجام بده تمام شه بره. خسته شدیم به خدا. از چه حالیه؟ اونجور آدمی نیست، قبول میکنه، از پسش برمیاد. تو که حالا هر چی گفتی که یه آدم ناتوی در اومده، خدا میدونه این چه زورنوری باشه. اگه ناراحتی خودت یکی رو پیدا کن باش مذاکره کنه، ناراحتی نداره. اگه میتونستم که الان اینجا نبودم. ساکت شو بدم چی کار میتونم. خیلی خوب بابا صفحه. محسود خان ساعت 11 شده. خب چی کار کنی؟ چی کار کنی؟ تا که باید اینجا منتظر بمونیم؟ اینقدر منتظر میمونیم تا برسه. ببین طور خدا کارمونه به خاطر چندر گاز باید توی سرما سگلرز بذارم. هوهو چندر گاز؟ آدم شدی؟ نه. تا دیروز گیره یه نخ سیگار بودی، هر جا ما رو میدیدی میگفتی منصور یه نخ سیگار من میدی، یه نخ سیگار میدی. الان واسه ما میگی چندر قاس پول. زر نزن بابا، کل سودان زنه میبره. ما شدیم خدنگ خانم، خبر نداری. دور برت بشه شهر رو.
ای بابا دور برم نداشته مسعود جان، فقط اون چیزی که حقمونه به همون نمیده. صحرا آدم خوبیه، خیلی آدم من احساسیه، خیلی خوشم بوده. حالا شد صحرا؟ یه زن به این آقا بزن ببین چه میرسه، اون یخ زدیم جون سرمون. عجله نکن میرسه. راستی یادت باشه بهش گفتم تا صاف کارمی تابلو نکنی. عزیزم تو جنگ نزن، من کار خودم خوب بلدم، میدونم چیزی از پسش بر بیام. ببینم جریان صحرا چیه؟ خفش. بله جانم. بله آقا. آقا تشکرم شدن؟ شرایطتون خیلی بیش از مسعود جون، از دست من کاری بر نمیاد. گردوین دریم سنه سر بلر چیو سب کنه؟ شما ترکی بلدی؟ عجیبه. دو دقیقه میشه شما سکوت کنی؟ بی مسعود جان اون شرایطی که الان بازار داره من که هیچ کس دیگه هم نمیتونه کاری کنه، اونم این کار گرفته که شما خود میدونی شرط چی. کار تحقیص شما هم کار یکی دو روز دوره، میدونم دم اینو ببین دم اونو ببین نیست که قربونت برم. آقا یعنی چی؟ شما تا الان کلی پول گرفتی از ما، نمیتونی یهو بزنی زیره؟ این چیه؟ چه کتونه؟ بیاده آقا فریبه. مسعود اگرم تو الان کاری کردم فقط به خاطر گل روی تو بوده، و اگر نم اگه این کار چقدر واسه من داره که اینجور خودم با آباتش بزنم. بدرک با فکر کی هستی آخه؟ مسعود اگر این کار 1% احتمال داشت انجام بشه، از الان خیالت راحت کنم که من دیگه این کارو نمی کنم. خفش و مردی که تو که بلد نبودی یه کار درست انجام بدی، بی خود کردی ما رو سر کار گذاشتی. بابا یه دقیقه ساکت شو دیگه. بی شرف بی ناموس. روی خودت تو. آقا چی شد؟ خب ببینم بابا. تو شعور نداری وقتی من جوابتو نمیدم 100 بار زنگ نزنی؟ چی شده؟ خب الان کجا این؟ خب ببون همونجا، بید بیمارستان، من میام همونجا. باشه باشه باشه، به این همسرتون زنگ بزن بگو من میرم بچه رو میگیرم. با زنگ بزن میرم بهم بده دیگه، مطلب نکنه اونجا. خب من رایم من رسیدم اونجا، باز خودم به زنگ میزنم. باشه نه قربونه، کاری باری بود زنگ بزنی ها. قربونه تو، خداحافظ. میشون دست از میده هم یادم ساکت شما دست صورت داره سرویس کنم. آقا یه فال میخری؟ یه بارو بس چشم وقت گیر آوردی، یه دونه بخر دیگه، مگه چقدر؟ یه بارو عمو جون، یه بارو بد اخلاق گند اخلاق.
آره سلام. سلام، خوبی؟ نه بابا خانم چه خوبی؟ این دیوونه در شهرام لطوپار کرد. ای چرا؟ چه بدونم چه مرگش بودی و زک شد. پس کار چی شد؟ بدون هرچی بهش میدم اون فنجام نمیدم. الو صداتو دارم، بگو بگو. خانم کلوم نپس